چراغی که به خانه روانی است. از مشاهده این اعلانات در تهران متعجب بشید، اشتباه نکردید. این فقط مونتاژیه برای تصویرسازی یک رویا. حقیقت اینه که بیشتر بیلبوردهای کشور در اختیار کسانیه که بدون توجه به مشکلات اصلی کشور، هدفهای خاص خودشون رو دنبال میکنن. ستاد بازسازی عتبات عالیات یکی از این نهادهاست که به صورت سازماندهی شده سرمایه‌های کلان میلیاردی رو جمع‌آوری می‌کنه و این پول‌ها رو در جهت اهداف خودش که بازسازی و توسعه مذاهب شیعه در نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، مسیب، بلد و سوریه است خرج می‌کنه. این سازمان در تمامی استانها، شهرها و روستاهای کوچیک کشور نمایندگی داره و به طور مداوم و منسجم در حال جمع‌آوری پوله. رئیس اون هم اذعان میکنه که مخارج این سازمان فقط از طریق نزورات مردم تامین میشه، ولی شواهد چیز دیگه ای رو نشون میده. فقط در یک مورد دولت با فروش سهام دولتی به بخش خصوصی 250 میلیارد تومان به این سازمان کمک کرده. این سازمان نه تنها از کمک‌های کلان حکومتی بهره‌منده، بلکه در بیشتر وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنه و از منابع مالی و انسانی اونها هم استفاده می‌کنه. اگه خوشبین باشیم و اختلاس رو در نظر نگیریم، این مبالغ غالبا صرف سازه‌های عظیم و تجملات بسیار گران قیمت میشه. فقط در کشور عراق بیش از 200 پروژه تا سال 1395 اجرایی شده. این در حالیه که آثار باستانی و میراث‌های فرهنگی در ایران بدون هیچ توجهی رو به زوال و تخریبه. بهتر مروری کنیم بر چند پروژه عظیم این سازمان در عراق. پروژه ساخت صحن حضرت زهرا در نجف. مساحت پروژه 218 هزار متر مربع با 300 هزار متر زیربنا، 100 هزار متر مربع زیارتیه و 118 هزار متر دیگر به خدمات بهداشتی و فرهنگی اختصاص داره. 10 هزار متر مربع بخش اداری، 11 هزار متر مربع هتل، 5 طبقه کتابخانه، 3 آمفی‌تئاتر. ویژگی: دومین صحن بزرگ در جهان اسلام پس از مسجد الحرام در مکه. هزینه تا سال 1395 هزار میلیارد تومان. پروژه 30 برابر کردن وسعت حرم امام حسین در کربلا. مساحت پروژه 230 هزار متر مربع. ایجاد سد آب‌بند در عمق 40 متری با 600 دیواره بتونی. ساخت گنبد بزرگتر با 13 هزار خشت طلا. هر خشت 23 گرم طلای 24 عیار معادل 22 میلیون تومان. احداث مجتمع خدماتی در 6 طبقه با زیربنای 13400 متر مربع. بیمارستان 120 تخت خوابی در 6 طبقه با زیربنای 12 هزار متر مربع. تعویض سنگ دیواره و کف حرم. ساخت 7 درب طلا و 13 درب نقره. و این لیست ادامه دارد. هزینه نامعلوم. پروژه های کاظمین فقط در زمینه طلاکاری. طلاکاری و مقاومسازی گنبد حرم امام جواد. طلاکاری گنبد امام موسی کاظم. طلاکاری گلدسته های کاظمین با 16 هزار خشت طلا. طلاکاری ایوان باب القبله و ایوان باب القرش. طلاکاری ورودی ایوان باب المراد. هزینه نامعلوم. و البته سایر پروژه های مشابه و پرهزینه در سامرا، مسیب و بلد. با اینکه اکثر این پروژه ها تا سال 1395 خاتمه یافتند، حسن پولارک رئیس سازمان عتبات عالیات در همون سال اعلام کرد که پروژه های جدید تا سال 1401 حدود 3000 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
منصور حقیقت‌پور رئیس ستاد عتبات عالیات در عراق در جواب این سوال که آیا شفافیتی در کمک‌های مالی به این سازمان وجود داره، سوال کننده را به سایت این سازمان ارجاع میده. تعجبی هم نیست که پس از رجوع به این سایت هیچ گونه گزارش مالی یافت نشه. نکته سوال برانگیز اینجاست که چرا چنین سازمان‌های موفق در جمع‌آوری پول و اجرایی کردن پروژه‌های عظیم برای بازسازی و کمک به مناطق محروم یا مصیبت‌زده ایران وجود ندارند؟ رفتار و اخلاق دوگانه حاکمیت که خود را پرچمدار معنویت می‌دونه با هیچ منطقی توضیح دادنی و درک شدنی نیست. از طرفی حکومت کاملا آشکار و با افتخار سرمایه های ملی ایران و خرج خشت های طلایی مقبره های عراق میکنه و از طرف دیگه شاهد وضعیت مناطق محروم ایران هستیم که بچه ها از یک کلاس درس کاهگلی هم محرومند.